دوستان درود بر شما برنج غذای اصلی بسیاری از مردم جهان از جمله ایرانی هاست که در انواع و رنگ های مختلف تولید و عرضه می شود و بسیاری از ما با انواع و اقسامان آشنا هستیم اما آیا درباره برنج دانه بلند یا باسماتی چیزی شنیده اید برنج باسماتی از برنج های خوش طعم و خوش عطر به خصوص در کشورهای آسیایی است که از جمله فواید آن میتوان به پایین بودن سطح آرسنیک و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع دو و بیماری قلبی اشاره کرد برنج باسماتی نوعی برنج دانه بلند است که در دو نوع قهوه و سفید تولید شده و از آن در غذاهای هندی و آسیای جنوبی به وفور استفاده می شود. این برنج به اثر آجیلی و طعم دلپذیرش شناخته شده و از انواع مشهور آن میتوان به برنج باسماتی پاکستانی اشاره کرد آرسنیک از فلزات سنگین و موزر برای سلامتی بدن است که در برنج بیشتر از سایر غلات وجود دارد این ماده خطر ابتلا به بیماری های دیابت مشکلات قلبی و برخی سرطانها را افزایش می دهد و افزایش سطح آن در بدن به خصوص در کسانی که به طور مرتب برنج مصرف می کنند نگران کننده است خوشبختانه برنج باسماتی نسبت به سایر انواع برنج آرسنیک کمتری دارد گفته شده برنج باسماتی پاکستانی و کالیفرنیا کمترین مقدار آرسنیک را در خود گنجاندند که موجود در برنج قهوه‌ای بیشتر از برنج سفید است زیرا این ماده بیشتر در سبوس خارجی برنج متمرکز شده است برنج باسماتی سفید اغلب غنی شده است به عبارت دیگر در طول فرایند فراوری برای تقویت ارزش غذایی این نو برنج مواد مغذی خاصی به آن اضافه شده که میتواند نیازهای بدن به انواع ویتامین ها و مواد معدنی را تا حد خوبی برطرف کند ناگفته نماند برنج و سایر غلات اغلب با آهن ویتامین های ب مانند اسید فولیک تیامین و نیاسین غنی می شود برنج باسماتی در دو نوع سفید و قهوه تولید می شود که نوع قهوه در واقع غلات کامل است همانطور که میدانید مصرف غلات کامل مزایای زیادی برای سلامتی بدن دارد که از آن جمله توان به کاهش خطر ابتلا به های قلبی سرطان و مرگ زودرس اشاره کرد به علاوه به نظر میرسد مصرف منظم غلات کامل از جمله برنج باسماتی قهوه‌ای خطر ابتلا به دیابت نوع دو را کاهش داده و جای گزین کردن غلات فراوری شده با انواع کامل آنها باعث کاهش سطح نشانگرهای التهابی در بدن می شود. انواع مختلف برنج از نظر کالوری، کربوهیدرات، پروتئین و فیبر تفاوتهای بسیار جزئی با هم دارند. گفته شده برنج باسماتی نسبت به سایر انواع آرسنیک کمتری دارد. این مسئله به خصوص برای افرادی که برنج از عناصر اصلی رژیم غذاییشان محسوب می شود اهمیت زیادی دارد برنج باسماتی جزو برنج های دانه بلند است و از نظر قد کشیده تر و باریک تر از انواع دانه کوتاه می باشد همانطور که گفتیم عطر گلدار و آجیلی و بافت نرم و کرکی برنج باسماتی با غذاهای آسیایی و هندی کاملا هماهنگ است و به خصوص برای تهیه پودینگ برنج و غذاهای جانبی آلیست. برخی خطرات و عوارز احتمالی مصرف برنج باسماتی عبارتند از برنج باسماتی سفید برخلاف برنج باسماتی قهوه‌ای نوعی غلات فراوری شده است که طی این فرایند برخی مواد مغذی موجود در آن از بین رفته است مصرف غلات فراوری شده روی کنترل قند خون اثر منفی گذاشته و خطر ابتلا به دیابت نوع را افزایش میدهد به نظر می رسد رژیم های غذایی شامل برنج سفید از جمله برنج باسماتی سفید خطر ابتلا به چاقی را افزایش میدهد گفته شده مصرف انواع برنج سفید خطر سندروم متابولیک و به دنبال آن بیماری های قلبی سکته مغزی و دیابت نوع دو را بالا میپرد مواردی که ذکر شد احتمالا به دلیل بالا بودن سطح کربوهیدرات و پایین بودن سطح فیبر موجود در برنج سفید نسبت به برنج قهوه‌ای می باشد. بنابراین اگر چه می توانید از برنج باسماتی سفید به اندازه مناسب در رژیم غذایی خود استفاده کنید اما برنج باسماتی قهوه‌ای انتخاب بهتری خواهد بود. اگرچه مقدار دقیق مواد مغذی موجود در برنج باسماتی به نوع آن بستگی دارد اما همه انواع از نظر کربوهیدرات و کالری در سطح بالایی قرار دارند و در انتها یک نکته جالب برنج باسماتی یعنی چه کلمه باسماتی در زبان سانسکریت به معنای خوشبوی می باشد که اشاره به بوی تند این برنج خوشمزه دارد اگر شما هم تجربه ای از مصرف اینو برنج دارید لطفا در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما تنها کافیست این ویدیو را لایک کنید